آنها آقایان درود بر شما به این ویژه برنامه آمدید این چهاردهمین باره که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه در سیزده دوره گذشته هشت نفر به این سمت رسیدن جز رهبر فعلی جمهوری اسلامی که از ریاست جمهوری به عالی ترین مقام حکومت رسید سرنوشت بقیه رؤسای جمهور عجیب و قابل توجه بود یک نفر ازل شد و از کشور فرار کرد دو نفر در زمان ریاست جمهوری کشته شدند. چهار نفر مورد قذب رهبر قرار گرفتند و پس از پایان دوره ریاست جمهوری کنار گذاشته شدند. در این برنامه نگاهی داریم به کارنامه رؤسای جمهوری گذشته در جمهوری اسلامی ایران با ابوالحسن بنی صدر آغاز می‌کنیم نخستین رئیس جمهوری ایران که فرمانده کل قوا را نیز بر عهده داشت اما تنها پانصد و چهار روز در قدرت بود و با غضب روح الله خمینی و نزدیکانش ازل و مجبور به فرار از کشور شد و دیگه هرگز سمت رئیس جمهوری در ایران با اختیار فرماندهی کل قوا وجود نداشت. اسلام تحت زعامت حضرت آیت الله العظما خمینی امام امت ما توانسته است یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جهان را به پیروزی برساند. این مراسم تنفیز و سوگند ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران است. یک سالی از انقلاب اسلامی در ایران گذشته بود. روح الله خمینی سخت بیمار بود و مراسم رسمی آغاز به کار نخستین رئیس جمهوری ایران در بیمارستان محل درمان خمینی برگزار شد. ابوالحسن بنی صدر که به قدرت رسیده بود، سالها از نزدیکان خمینی بود. او فرزند نصرالله بنی صدر معروف به سدرالعلماء همدانی بود که از دوستان خمینی بود بنی صدر در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی تحصیل کرده بود و مدتها ساکن پاریس در فرانسه بود در زمان حضور روح الله خمینی در نوفل و شاتو، بنی صدر یکی از اصلی ترین اداره کنندگان اقامتگاه او بود و حتی بر مصاحبه ها و اظهار نظرهای او نظارت داشت بعد از گروگانگیری دیپلماتهای های آمریکایی در تهران و کنار رفتن دولت موقت مهدی بازرگان نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد جمع کل آقای ابوالحسن بنی صدر در داخل و خارج کشور مجموعاً ده میلیون و پنجاه رای آقای سید احمد مدنی دو میلیون دویست و بنی سعد در حالی به قدرت رسید که جنگ عراق و بحران گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی امریکایی اصلی ترین چالش های دولت او بودند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان عمده امور اجرایی کشور بر عهده نخست وزیر بود اما بنی صدر از فرصت استفاده کرد و از خمینی فرماندهی کل قوا را گرفت و این برای این است که در این کشور اسلام حکومت می کند و حکومت این کشور حکومت بر عبدان نیست حکومت بر قلوب است قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می کنند همراه است و ملت است که حکومت می کند کمی بعد از این تمجیدها از بنی صد اختلافات آغاز شد نحوه مدیریت جنگ موجب اختلافات شدید بنی صدر و نزدیکان خمینی شد. آنها از سپاه حمایت کردند، اما بنی صدر حامی ارتش بود. بنی صدر به دنبال کاهش نقش سپاه، دادگاه های انقلاب، کمیته و ادغام سایر نهادهای انقلابی در دولت بود تا به این ترتیب نفوذ آخوندهای نزدیک به خمینی را کم کند. بنی صدر برای تشکیل دولت هم با مذهبی های نزدیک به خمینی به مشکل خورد. محمد علی رجایی در نهایت به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد اما در ماهای بعد اختلاف رئیس جمهور و نخست وزیر بیشتر شد با افزایش فشارهای تندروهای مذهبی بر بنی صدر او سعی داشت با استفاده از مفاهیمی چون آزادی بیان و دموکراسی با اقتدار آخوندهای نزدیک به خمینی مقابله کند اوج اختلاف او و نزدیکان خمینی در 14 اسفند 59 روی داد این سخنرانی او در سال مرگ محمد مصدق در دانشگاه تهران است. دفعه پیش که صحبت کردم، ای تلفن کردم، نام نوشتم که شما کوتاه آمده ای شاید آلا هم شما ادهی از شما بروید و همین کار رو بکنید. اما بدانید که کار رئیس جمهوری بازی و جنگ خروس نیست. کار رئیس جمهوری بیان حقایق و ایجاد آگاهی در مردم است و کوشش است برای اینکه اساس وحدت در جامعه از بین نرود هزبولایی های حامی خمینی و طرفداران بنی سطر که عمدتا از احزاب چپ و مجاهدین خلق بودند در حاشیه این سخنرانی درگیر شدند. خمینی بعد یک هیئت اختلاف تشکیل داد اما راه به جایی نبرد و در نهایت طرح عدم کفایت بنی در مجلس مطرح شد. خمینی ابتدا اختیار فرماندهی کل قوا را از بنی صدر گرفت سپس روزنامه او توقیف شد بعد اقداماتی حقوقی علیه او آغاز شد مجلس اول در اختیار اکثریت آخوندهای نزدیک به خمینی بود ریاست مجلس را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت و تنروهایی چون صادق خلخالی میداندار جلسه بودند خب شلوغ نکن آقای خلخالی والا از کورم اومدید اینجا شلوغ کنید بشه, بشه از کنم که حالا عصبانیت آقای خلخانی تأثیری در ماهیت قضیه نداره مجلس رأی به عدم کفایت رئیس جمهوری داد بنی صد مدتی مخفی شد و بعدتر به همراه مسعود رجوی رهبر وقت مجاهدین خلق از ایران گریخت. بنی صد چهار دهه بعد عمرش را در پاریس سپری کرد. او چهره مخالف جمهوری اسلامی ماند و هر از گاهی علیه حکومت جمهوری اسلامی موزگیری کرد. اما در قلم روی سیاسی یک خفقان همه جانبه یک انتخابات مفتزه ابوالحسن بنی صدر مهر 1400 در 88 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. اما دومین رئیس جمهوری ایران محمد علی رجایی او هرچند فقط 28 روز در این سمت بود و سپس کشته شد اما تاثیر مهمی در تغییر نوع مدیریت در جمهوری اسلامی داشت او تا سالها بعد نماد تعهد مقدم بر تخصص شد رجایی به آخوندها میدون داد و برای نخست وزیری محمد جواد باهنر رو انتخاب کرد دومین رئیس جمهوری بود که با بوسیدن دست روح الله خمینی رسما کارش را آغاز کرد. محمد علی رجایی سابقه چندانی قبل از انقلاب نداشت. متولد قزوین بود که بعد از فوت زود هنگام پدر با خانواده فقیر به تهران مهاجرت کرد. با کارگری و شرایط سخت در نهایت به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران پیوست و گروهبان شد. بعد هم با تحصیل در دانشسرای عالی به معلمی رسید. در جوانی با گروه های مذهبی نزدیک بود و حتی در نشست های گروه فداییان اسلام شرکت کرده بود. اما عمد فعالیت سیاسی او در نهزت آزادی ایران بود. اعضای کابینه داشتند و این نشون میده که نمایندگان با آزادی هر کس رو که دوست داشتند بیشتر رأی دادند و مواردی هم که براشون ابهام بود رأی ممتنع یا مخالف دو بار به خاطر فعالیت سیاسی قبل از انقلاب بازداشت شده بود و همین سابقه بود که بعد از انقلاب به کارش آمد. رجایی در بعد از انقلاب در دولت موقت مهدی بازرگان وزیر آموزش و پرورش شد. در انتخابات مجلس هم از تهران به نمایندگی انتخاب شد تا اینکه در زمان ریاست جمهوری بنی صدر محمد علی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد. اختلاف او و بنی صدر زیاد بود بنی صدر رجایی را مرتجع می دانست. و من هم گفتم واقعیتش اینه که من مرتجع هستم به اسلام و انحصار طلب هستم به مسلمانان مقلد امام بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر دوم مرداد 1360 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در دومین انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان نهاد منصوب خمینی برای نخستین بار صلاحیت دهها داوطلب نامزدی را رد کرد و تنها چهار نامزد اجازه شرکت در انتخابات را یافتند با این شرایط بود که محمد علی رجایی توانست با کسب دوازده میلیون رای بر علی اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب الله از نو مسلمان پیروز شود. او یک هفته بعد کارش را شروع و دولت را معرفی کرد و به مجلس برد. وزیر نفت برای وضع موجود هم برنامه دارند ولی خودشون معتقدند که برنامه باید در یک جلسه خصوصی احیانا در کمیسیون های مجلس مطرح بشه محمد علی رجایی فورا بعد از آغاز به کار به عنوان دومین رئیس جمهوری ایران محمد جواد باهنر یکی از آخوندهای نزدیک به خمینی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد به تکلیف خود چون مردم عمل کرد اشکال در ما هست. باید ما جواب مردم را بدیم مردم به آقای رئیس جمهور اون شور و اونطور رأی دادن و به حقم رأی دادم. درنکه خالص جمهور رو از خودشون میدونن. کسی نیست که من خیلی از حکومت‌ها را یادم است. رجایی در مقام رئیس جمهور و پیشتر نخست وزیر معتقد بود در جمهوری اسلامی تخصص مهم نیست و هر کس که تعهد مذهبی داشته باشد باید در حکومت مسئولیت بگیرد این طرز فکر رجایی که با حمایت خمینی و نزدیکان او روبرو شد بعدها به یکی از اصلی ترین سیاست های داخلی جمهوری اسلامی در دولت های بعدی تبدیل شد او همچنین در مقام رئیس جمهوری ایران از اولین مدافعان صدور انقلاب اسلامی به دیگر کشورها بود و اینک بیاری خداوند متعال ما می رویم تا اسلام عزیز را به عنوان تنها آین نجات بخش بشر عرضه کنیم و مستضعفین را از انواع ستمها و آزارها رها سازیم در زمان انقلاب فرهنگی چه در مقام نخست وزیر و چه در مقام رئیس جمهور رجایی از مدافعان تعطیلی دانشگاه ها بود و خواستار سرکوب دانشجویان و اساتیده ناراضی بود محمد علی رجایی همچنین به بهانه ساده زیستی و توجه فقرا با کنار گذاشتن آداب رسمی مدیریت و تشریفات عملا رویه ای را باب کرد که تاکنون در میان بسیاری از مسئولان رایج شده است تا حدی که مقام های سیاسی برای پیشرفت مدعی ساده زیستی می شوند. اما بارها فاش شده که در پشت صحنه آنها نه تنها ساده زیست نیستند بلکه برخلاف ادعایشان مخفیانه زندگی تجملاتی را در پیش گرفتند. خودنی؟ خودنی؟ <تصفح> 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 تنش و اختلافات سیاسی در تابستان سال 60 به اوج خود رسید. در روز 8 شهریور 1360 که رجایی در محل جلسات نخست وزیر حضور داشت انفجار بمبی به کشته شدن او و محمد جواد باهنر نخست وزیر منجر شد. منطقه ما منطقه ملت ما منطقه مؤمنین منطقه قرآن است. انا لله انا الیه راجعون جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق ایران را عامل انفجار معرفی کرد هرچند تا سالها این سازمان مسئولیت این بمبگذاری را نپذیرفت اما در یک فیلم از دیدار مسعود رجوی با مقامات عراقی او مدعی شده که کشتن رجایی و باهنر توسط این سازمان صورت گرفت اگه نخستین رئیس جمهوری ایران ازل و از کشور گریخت و دومی توسط مخالفان کشته شد رئیس جمهوری سوم ایران تونست دوره خودش رو به پایان برسونه و یک دوره دیگه هم انتخاب بشه علی خامنه ای در آخرین هفته های ریاست جمهوری دوره دوم با مرگ روح الله خمینی به عنوان جانشین او منصوب شد و در سی و پنج سال بعد به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تأثیر پررنگی در انتخابات رؤسای جمهوری داشت و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی خامنه ای با اکثریت مطلق 16 میلیون و 8 هزار و پونسد و هفتاد و از مجموع 16 میلیون و... این مراسم تنفیز سومی رئیس جمهوری ایران علی خامنه است. خامنه ای در بعد از انقلاب در میان انقلابیون رشد کرد. غیر از سمت چون عضویت در شورای انقلاب به عنوان امام جمعه موقت از سخنگویان حکومت شد حضور خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری با چراغ سبز خمینی بود پیش از آن در فضای سیاسی ایران گفته می شد که خمینی با نامزدی آخوندها برای ریاست جمهوری موافق نیست و حتی پیشتر بهشتی را از این کار منصرف کرده بود این اراده خمینی در جمله روی پستر تبلیغاتی خامنهای برجسته شد خامنهای را من بزرگ کردم با ریاست جمهوری خامنه ای رؤسای هر سه قوه آخون بودن. خامنه ای رئیس جمهور، حاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی یا همان دستگاه قضایی. خامنه ای در حالی بدون رقیب جدی پیروز شد که ششم تیر از یک ترور جان به در برده بود. او ابتدا علی اکبر ولایتی را برای نخست وزیری معرفی کرد اما مجلس به او رأی نداد و این بار میر حسین موسوی را که هم خویشاوندش بود و هم سابقه وزارت داشت به عنوان نخست وزیر معرفی کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب رئیس جمهور سمتی بیشتر تشریفاتی بود و عمده امور قوه مجریه و مدیریت دولت بر عهده نخست وزیر بود بنی صدر اولین رئیس جمهور بود و به خاطر وضعیت جنگی از خمینی فرماندهی کل قوا را گرفته بود بعد از ماجرای از بنی صد خمینی و نزدیکانش دیگر اختیار فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور ندادند خامنه ای در سالهای ریاست جمهوری چند باری تلاش کرد تا در امور اجرایی دخالت کند اما طیف چپ اسلامی مدافع میرحسین موسوی بود و هر بار خمینی به خامنه ای تشر زد حتی در دوره دوم خامنه ای تمایلی به انتصاب موسوی نداشت اما با انتقاد تند خمینی روبرو شد در دوران ریاست جمهوری خامنه ای تمایل به حوزه های نظامی و امنیتی داشت چند باری در جبهه های جنگ ایران و عراق حضور یافت با قدرتمندان هیچ گونه از موازه خودمون اندکی حتی عقب نشینی نخواهیم کرد من همین حالا خدمت امام بودم یک ساعت قبل از این او همچنین در سالهای بعد سعی کرد در حوزه سیاست خارجی نیز فعال باشد از زمان رجایی چند سالی مقامهای عالی جمهوری اسلامی در سازمان ملل حضور نداشتند تا اینکه برای نخستین بار خامنه ای به عنوان رئیس جمهوری ایران در سال 1366 به نیویورک رفت. باید به قدرت و دولت های بزرگ از سوی همه گفته شود در خانه های خودتان بنشینید. و دنیا را به همه مردم دنیا بسپرین شما قیم آنها نیستید ایده حمایت از گروه های انقلابی و شیعه در خاور میانه از خامنه ای نبود و پس از انقلاب جزو تصمیمات حکومت جمهوری اسلامی بود اما خامنه ای در دوران ریاست جمهوری حمایت گسترده ای از این گروه ها به خصوص در لبنان و عراق و افغانستان کرد خامنه ای در زمان ریاست جمهوری رابطه نزدیک با اکبر آشمی رفسنجانی داشت و به نوعی یار و همراه او در مناسبات سیاسی بود از جمله در ازل منتظری حسین علی منتظری از سوی مجلس خبرگان به عنوان قائم مقام خمینی انتخاب شده بود اما در یک برنامه مشترک احمد خمینی رفسنجانی و خامنه ای زمین چینی کردند تا منتظری را سه ماه قبل از مرگ خمینی از سمتش برکنار کنند نتیجه این اقدام چند ماه موجب شد تا خامنه ای به رهبری برسد وقتی خمینی در چارده خورداد در گذشت برخلاف انتظار خواندن وسیعت خمینی به جای احمد فرزندش به خامنه ای داده شد با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و زمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارد بعد هم که جلسه خبرگان پشت درهای بسته برگزار شد در نهایت با ذکر چند خاطره از سوی هاشمی رفسنجانی مجلس خبرگان رای به رهبری خامنه ای داد مثل بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون گفت گفت وقتی که آقای خامنه کره بودند و فیلمشون با آقای کیمیلسون داشت نمایش داده می شود. منظره خوبی بود اونجا من گفتم که آقای احمد آقا گفتم که من گفتم آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن اینم حرف است که البته این من با از احمد آقا نقل میکنم کشتار ناراضیان سیاسی در سال 1367 در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای در تهران و چند شهر روی داد هیئت مرگ زندانیان سیاسی که عمدتا حکم قطعی زندان داشتند را دوباره محاکمه کرد و حکم به اعدام چند هزار نفر داد علی خامنهای مدعی است تا مدتها بعد از اجرای این ها از آن خبر نداشته اما این در حالی است که نمایندگان وزارت اطلاعات و دادگستری از دولت نخست وزیر او یعنی میرحسین موسوی جزو هیئت چهار نفره مرگ بودند خمینی قبل از مرگ خامنه ای را در رأس شورای بازنگری قانون اساسی منصوب کرد با مرگ خمینی فعالیت این شورا شدت گرفت و خامنه ای ضمن افزودن به اختیارات خود به عنوان رهبر سمت نخست وزیری را حذف کرد و به این ترتیب رئیس جمهور عهدهدار امور مدیریت قوه مجریه شد به این ترتیب علی خامنه ای که رهبر شده بود جایگاه ریاست جمهوری را برای اکبر حاشمی رفسنجانی مهیا کرد اما چهارمین رئیس جمهوری ایران اکبر هاشمی رفسنجانی بود مردی که در نخستین دهه انقلاب پرنفوذترین مقام جمهوری اسلامی بود و پس از رسوندن علی خامنه ای به رهبری عهدهدار امور ریاست جمهوری شد سمتی که حالا اختیارات بیشتری به نسبت قبل داشت همزمان با ریاست جمهوری رفسنجانی اما خامنه ای به فکر محکم کردن های قدرتش بود آشمی رفسنجانی با شعار دولت سازندگی کارش رو شروع کرد اما نقش دولت او در کشتن مخالفان خارج از کشور کارنامه دولتش رو سیاه کرد اکبر حاشمی رفسنجانی که در دهی نخست بعد از انقلاب بعد از خمینی با نفوذترین مقام جمهوری اسلامی بود پس از کمک به علی ای و رساندن او به رهبری در یک انتخابات که با همه پرسی تغییر قانون اساسی ادغام شده بود به ریاست جمهوری رسید. تغییرات قانون اساسی به رهبر جدید اختیارات جدیدی در انتصاب مقامات و همچنین نقش در گذاری کلان مملکت میداد و در سوی دیگر با حذف سمت نخست وزیری همه اختیارات اداره دولت یا قوه مجریه را به رئیس جمهوری می سپرد. هاشمی در انتقال قدرت به خامنه ای نقش برجسته ای داشت. او در برکناری حسین علی منتظری نقش داشت و بعد از مرگ روح الله خمینی در مجلس خبرگان با سه روایت باواسطه به اعضای مجلس القا کرد که نظر خمینی روی رهبری خامنه بعد از مرگش بوده است. البته وعده داد این رهبری موقت خواهد بود اما بعد بی سر و صدا رهبری خامنه دائمی شد. حالا ما رأی میگیریم دیگه بحثم نمی‌کنیم. آیانی آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم البته این موقت دائمی نیست تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید رفسنجانی در حالی رئیس جمهور شد که جنگ تمام شده بود و نیاز به بازسازی کشور بود او شعار سازندگی داد و حتی حامیانش او را امیر کبیر خطاب می اما مخالفان میگفتند برنامه های دولت او بدون فکر بود و شاید به همین دلیل بود که کشور خیلی زود درگیر افزایش تورم و افزایش قیمت مسکن شد. هاشمی رفسنجانی در دولت خود از افراد مذهبی اما فنسالار یا تکنوکرات استفاده کرد که همین مورد انتقاد بخش های سنتی حکومت می شد. ببینید من اول یه قدری مجسم کنم مصر چیه برای شما اونایی که ندیدن اونایی که دیدن که دیدن از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بنده در ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدم. دولت هاشمی در حالی سرگرم وعده های سازندگی و عمرانی بود که به حوزه فرهنگ توجهی نداشت و کامل آن را در اختیار خامنه ای قرار داد. نکته تاریک دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی قتل و ترورهای خارج از ایران بود. اینجا رستوران میکنوس در شهر برلین آلمان است. تعدادی از سران اپوزیسیون کرد در شهری بر 1371 توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته شدند. این اتفاق تکان دهنده بود. رسانه ها آن را بزرگترین حمله کشوری خارجی در خاک آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نامیدند. کشورهای اروپایی بعد از این رویداد ارتباط خود با جمهوری اسلامی را کاهش دادند. مقامات قضایی آلمان، رهبر جمهوری اسلامی و علی اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت را به همراه چند مقام دیگر به دخالت در این ماجرا متهم کردند. 15 مرداد 1370 شاپور بختیار در اطراف پاریس به طرز وحشتناکی به قتل رسید. بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاهنشاهی ایران بود. علی وکیلی راد یکی از سه نفری که در قتل بختیار نقش داشت دستگیر شد و در دادگاه اعتراف کرد و گفت این ترور با دستور مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. فریدون فرخزاد خواننده و مجری مشهور تلویزیونی در اواخر دهه 60 فعالیت سیاسی علیه حکومت جمهوری اسلامی داشت. در مرداد 1371 در شهر بن با ضربات چاقو به قتل رسید. اما بزرگترین رویداد انفجار مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین بود. در تیر ماه 1373، انفجار در این مرکز به مرگ حدود 90 نفر منجر شد. مقام های قضایی آرژانتین، الله را عامل این بمبگذاری و جمهوری اسلامی را عامل آن دانستند. بعدها دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه دولت ایران توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. فعالان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی میگویند در دوره هاشمی قتل دگراندیشان و روشنفکران افزایش یافت و بیش از دویست نفر از روشنفکران نویسندگان و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند ماحصل روابط خامنه ای هاشمی بعد از دوره اول او پایان یافت گفتمان مبارزه با فساد از سوی افراد نزدیک با خامنه ای مطرح شد احمد توکلی چهره سیاسی نزدیک به خامنه ای رقیب هاشمی شد. هرچند موفقیتی در انتخابات نداشت و باز رفسنجانی انتخاب شد. اما نشان می دهد که خامنه ای در یک مسیر طولانی از قدرت هاشمی کم کرد تا در نهایت او را در دهه نبد رد صلاحیت کرد و مانع حضور دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری شد. پنجمین رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی بود او با وعده اصلاحات وارد انتخابات شد و تونست توجه مردم رو به خودش جلب کنه اما عملا کاری از پیش نبرد رهبر که با نامزدی او موافقت کرده بود با تقویت نهادهای موازی مانع فعالیت او شد آزادی نسبی که در سال 76 کم کم شکل گرفته بود در پایان ریاست جمهوری او به دورانی سراسر خفقان منجر شد که نتیجهش بازداشت صدها فعال سیاسی و توقیف ده ها روزنامه بود و رئیس جمهور که برگزیده همین ملت است علاوه بر مسئولیت در مقابل رهبری و مجلس مستقیما در مقابل مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام مسئول است محمد خاتمی در یک انتخابات به ظاهر رقابتی با رأی 20 میلیون در دوم خرداد 76 به عنوان پنجمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. اما این انتخابات یک سابقه و پشت پرده ای داشت. فضای سیاسی ایران در دهه هفتاد خورشیدی بسته بود اندک اعتراض طیف ملی مذهبی با سرکوب و زندان مواجه شده بود فضای امنیتی بر محافل روشن فکری سایه افکنده بود دو رئیس جمهوری قبلی یعنی خامنهای و هاشمی در فضای دوران جنگ و بعد از مرگ خمینی برنده انتخاباتی بیرقابت شده بودند به تازگی بخشی از خاطرات هاشمی رفسنجانی از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوریش منتشر شده است در روز سبت نام نامزدها نوشته بود این بار برای گرمتر شدن انتخابات به دست خودمان رقیب درست کرده بودیم به نظر میرسد مقدار زیادی از آرای من از دست میرود گرچه محتمل است برای جو رقابت رأی دهنده بیشتری داشته باشیم که همین جزو اهداف ما بود بهار 1376 و انتخابات ریاست جمهوری دو نامزد رقیب علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس وقت که اینگونه تدائی شده است که حکومت به طور مشخص خامنه ای مایل به اوست. رقیب دیگر محمد خاتمی. محمد خاتمی یک مدیر فرهنگی بود که از سال 1361 در سمت وزیر ارشاد در دولت های موسوی و بعد دولت اول هاشمی بود. در ابتدای دهه هفتاد بعد از شعارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی از سوی خامنه ای ناگهان خاتمی از سمت خود استفا کرد. او مدتی از قدرت دور بود تا اینکه یک سال قبل از انتخابات سال 76 ناگهان از سوی علی خامنه ای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و چند ماه بعد هم نامزد انتخابات. در فضای دو قطبی جامعه فعالان انتخابات را دنبال می کرد و خاتمی توانست با اختلاف 13 میلیون رای بر ناطق نوری پیروز شود. در سال 77 یکی از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری او رویداد افشای قتل‌های زنجیره‌ای بعد از کشته شدن داریوش و پروانی فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، رسانه ها از ابعاد قتل های زنجیری گفتند و معلوم شد وزارت اطلاعات دولت خاتمی نقش دارد. مخالفان میگویند این قتل ها از ده سال قبل شروع شده و در نهایت حکومت ایران آن را کار گروهی خودسر با رهبری فردی به نام سعید امامی دانست که اعلام شد در زندان خودکشی کرده است. دولت خاتمی با اینکه وزارت اطلاعات و دادگستری را در اختیار داشت هرگز ابعاد این قتلها و عوامل واقعی آن را معرفی نکرد رویداد بعدی حمله بسیج و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه در سال 1378 بود دانشجویان به تعطیلی روزنامه سلام معترض بودند اما شب 18 تیر مأموران با همراهی بسیجی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله کردند این رویداد تا چند روز موجب اعتراض دانشجویان شد و عملا شعارهای علیه خامنه ای داده شد اما چند روز بعد رهبر با میزبانی از حامیانش خودش مدعی شد اما مطلبی که از نظر من مهمتر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است این حادثه تلخ قلب مرا جلیه دار کرد محمد خاتمی در مقام رئیس جمهوری کار چندانی برای پیگرد عوامل حمله پیش نبرد و تنها به گفته این جمله بسنده کرد که حمله به کوی دانشگاه تاوان پیگیری قتلهای زنجیری ای توسط او بوده. علی خامنی از هر فرصتی برای مخالفت با دولت خاتمی علنی و غیر علنی استفاده می کرد. گزارش شده گفتم به نظرم هفتاد تا جلسه تشکیل شد. مربوط به با وجود اختلاف دولت و رهبر در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان اجازه حضور به حامیان خاتمی را در انتخابات داد. تلاش دولت خاتمی به آزادی بیان منجر نشد و در اردیبهشت 79 قوه قضائیه علی خامنه ای ده ها روزنامه را توقیف کرد. وضعیت فرهنگی در دولت محمد خاتمی که خود ده سالی وزیر فرهنگ بود بهبود نسبی داشت. هنرمندانی مثل بهرام بیزایی فرصت حضور و فعالیت داشتند اما این فضا محدود و موقت بود و دوباره سرکوب ها شروع شد. از سوی دیگر اعضای کانون نویسندگان که به تازگی سایه قتل های زنجیری را از سر خود بدر کرده بودند با سانسور و محدودیت مواجه بود. از نظر اقتصادی دولت خاتمی کار خود را با بحران آغاز کرد درآمد نفت ناگهان سقوط شدیدی داشت و نفت به ای زیر 12 دلار رسید خصوصی سازی دولتی آغاز شده بود که منافعی برای نزدیکان حکومت داشت ارزش دلار در زمان شروع دولت خاتمی 444 تومان بود اما بعد از 8 سال به 900 تومان یعنی دو برابر رسید شاید یکی از مهمترین حوزه ها که اصلیترین دلیل انتخاب خاتمی در سال 76 بود سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود محمد خاتمی در زمانی روی کار آمد که حکومت ایران به خاطر قتل مخالفان در خارج از جمله کشتن مخالفان رژیم در رستوران میکونوس آلمان و همچنین نقش در انفجار آمیا در آرژانتین زیر فشار بین المللی بود محمد خاتمی با شعار گفتگوی تمدنها سعی کرد وجهه جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد و به همین جهت نیز به جای جنگ تمدنها منادی گفتگوی میان تمدنها و فرهنگ هاست محمد خاتمی در سال آخر قدرت در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حضور یافت جلسه ای که پرتنش بود و به عصبانیت او منجر شد دولت خاتمی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را برگزار کرد که مهدی کروبی مدعی است در آرای او تقلب شده بود و به جای او احمدی نژاد برنده شد البته خاتمی هرگز درباره این تقلب توضیحی نداد بعد از کنارگیری از قدرت محمد خاتمی هرگز به قدرت باز نگشت در واقع رهبر جمهوری اسلامی هیچ امکانی به او نداد حتی خامنه ای سمت های ای که به رؤسای جمهوری پیشین می دهد، به او نداد. محمد خاتمی هرگز هم برای هیچ انتخاباتی نامزد نشد. بعد از وقایع 88 که مردم معتقد به تقلب بودند در سال 78 خاتمی بی سر و صدا در دماوند رای داد. در دو انتخابات که به انتخاب حسن روحانی منجر شد خاتمی هر دوبار از وی حمایت کرد. اما در انتخابات سال گذشته ی مجلس او سراحتا اعلام کرد که شرکت نمی کند. محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهوری ایران شد. او با حمایت علی خامنه ای ولو با یک انتخابات مشکوک و اتهام تقلب به ریاست جمهوری رسید اما در دو سال آخر به قول نزدیکان خامنه ای خون به دل رهبر کرد. چهره که دوست داشت ادای رجایی رو در بیاره اما در دولت مدعی ساده زیستیش فساد مالی و پرونده های میلیاردی رقم خورد از بعد رجایی برای 24 سال آخوندها رئیس جمهور شده بودند اما حال یک غیر معمم رئیس جمهور شده بود محمود احمد نجاد یک شباعت دیگر هم به رجایی داشت در روز تنفیز دست رهبر را بوسید رسمی که رؤسای جمهوری قبلی کنار گذاشته بودند محمود احمد نژاد یک سیاست مدار درجه چندم بود که آلی ترین سمت قبل از سال 84 او استانداری اردبیل بود او دوبار برای شوراهای اول و مجلس ششم نامزد هم شده بود اما رأی لازم را کسب نکرد چه شد که سال 84 او ناگهان رئیس جمهور شد 27 خرداد انتخابات برگزار شد و در کمال تعجب هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم رفتند پیروزی بر هاشمی کار سختی نبود به خصوص که در ده سال قبل از وچه او کاسته شده بود مهدی کروبی اما روایت دیگری از این انتخابات داشت او که تا نیمه شب از احمد نژاد پیش بود میگوید با هدایت مشتبه خامنه ای و اقدام سپا آرای او و احمد نژاد تعویز شدند تا او با حاشمی به دور دوم برود و در نهایت پیروز شود اگر در سال 76 حکومت برای افزایش مشارکت به گفته هاشمی رفسنجانی رقیب سازی کرده بود در سال 84 رسما از تقلب و مهندسی انتخابات سخن گفته شد اما چرا حکومت جمهوری اسلامی نیاز داشت که فردی مثل محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود فعالیت هسته جمهوری اسلامی در سالهای ابتدای دهه 80 مورد زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت و کشورهای غربی ایران را به تحریم‌های شورای امنیت تهدید کردند دولت خاتمی از طریق حسن روحانی مذاکراتی را به سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش برد که در نهایت به تعلیق داوطلبان فعالیت‌های جمهوری اسلامی منجر شد. روندی که اصلا مورد رضایت علی خامنی رهبر جمهوری اسلامی نبود. دو سال تعلیق موقت کردیم. فایده چی شد؟ اول گفتن موقت تعلیق کنید، گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید، ما هم به خیال موقت و به خیال دابتلبانه تعلیق کردیم بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد یک قرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن در سطح مطبوعات و رسانه ها و محافل سیاسی و داد داد ایران میخواد تعلیق رو بشکنه حال خامنه ای به یک رئیس جمهوری نیاز داشت که مقابل جهان بیستد و به گفته مقامات جمهوری اسلامی از حق حسی ایران دفاع کند محمود احمدی نژاد در چنین نقشی ظاهر شد در 20 دی 1384 چند ماه بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد ایران به منظور غنیسازی اورانیوم مهرموم تأسیسات هستی خود را شکست بهمن 84 پرونده جمهوری اسلامی از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل رفت و در مرداد 85 نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید دیماه آن سال دومین قطنامه با جزئیات سختگیرانه علیه ایران تصویب شد و جمهوری اسلامی را زیل ماده چلویه که فصل هفت منشور سازمان ملل برد. سومین قطنامه شورای امنیت که علیه ایران تصویب شد عملا به معنای مجوز اقدام نظامی علیه ایران بود. اصلا گفتم کاغذ پاره است واقعا هم کاغذ پاره است شما الان تو ایران به چرخید ببینید اصلا کی حساس هست به اونا اشتباه میکنن ملت ایران از یه مرزی عبور کرد برعکس رو جمهوری قبلی که چند باری برای سخنرانی سالانه به نیویورک سفر میکردند محمود احمدی نژاد در طول 8 سال نه بار به آمریکا سفر کرد و هر بار در سخنرانی های خود علیه آمریکا و غرب سخنرانی کرد البته واکنش نمایندگان دیگر کشورها هم خروج از سالان بود اکثریت مردم آمریکا و ملت ها و سیاست مداران بر این باورند نظر سوم توسط یک گروه تروریستی انجام شده است لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره کرده است ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد در سال 88 احمدی نژاد وارد کارزار انتخابات برای دوره دوم ریاست جمهوری شد با اجازه خامنه ای نامزدها در مناظره های دو به دو شرکت کردند. احمدی نژاد علیه رقبا به اتهام زنی پرداخت. بالاخره میگن شما وقتی بنیاد شهید مسئول بودی تو نشد زندان درست کرده بود. افراد زندانی میکردید کتک زده میشدن افراد در اونجا. اینو تشریح کنید. اینم از امام اجازه داشتی؟ از یه قوه قضاییه اجازه داشتید؟ من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم پرونده آموزشی یک خانوم بگم بگم تا روز انتخابات موسوی در نظر ها از موقعیت بهتری برخوردار بود ستاد انتخابات که منصوبان احمدی نژاد بودند دست باچه نیمه شب 22 خورداد از پیش افتادن محمود احمدی نژاد خبر دادند محمود احمدی نجات سه میلیون و چهارصد هزار و رای اعتراضات به انتخابات آغاز شد ابتدا معترضان با شعار رای منکو تظاهرات آرام را آغاز کردند با جمعیتی میلیونی در 25 خرداد به خیابان آمدند تا این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به متهم کردم بعد از آن سرکوب شدید معترضان در دستور حکومت قرار گرفت ندا آقا سلطان و دیگران کشته شدند و واکنش محمود احمدی نژاد که معترضان را خس و خاشاک نامید در انتخابات چهل میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت اعتراض مردم و سرکوب حکومت تا چند ماه ادامه یافت تا آشورای سال 88 که آخرین زور حکومت و مردم در آن سال شد بعد از آن رهبران معترضان در حصر خانگی نگهداری شدند و دولت احمدی نژاد به کارهای خود ادامه داد در این بین هرچه احمدی نژاد به پایان دوری ریاست جمهوری نزدیک می شد اختلاف او با خامنی علنی تر می شد ابتدا اصرار داشت که اسفندیار رحیم مشایی را معاون اول کند خامنه با او مخالفت کرد کمی بعد ماجرای برکناری حیدر مصری وزیر اطلاعات اتفاق افتاد احمد نجات خواستار از او شد اما خامنه ای باز هم مخالفت کرد احمدی نجات هم به اعتراض یازده روز خانه نشینی کرد با اینکه به خاطر افزایش قیمت نفت خزانه ایران پرتر شد اما وضعیت اقتصادی در زمان احمدی نژاد بهتر نشد هر دلار آمریکا که در سال 84 904 تومان ارزش داشت با کاهش ارزش پول ملی ایران در پایان دوری احمدی نژاد چهار برابر شد و به 3600 تومان رسید محمود احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری از سوی خامنه ای به عضویت مجمع تشخیص مسلحت نظام درآمد اما دیگر به او اجازه نامزدی در انتخابات داده نشد او در انتخابات 96 1400 و 1403 نامزد شد اما شورای نگهبان هر سه بار صلاحیت او را رد کرد. حسن روحانی هفتمین رئیس جمهوری ایران او پس از احمدی نژاد روی کار اومد و مهمترین اقدام او توافق هسته‌ای با آمریکا و دیگر کشورها بود اما با کارشکنی تندروها و اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت هسته‌ای و از سوی حضور دانلد ترامپ در کاخ سفید بحران تحریمی و اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان باقی موند در دوره روحانی وقایع مهمی از جمله شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی اتفاق افتاد سال 92 اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از اعتراضات سال 88 بود. طیفی از اصلاح طلبان بدون توجه به اینکه موسوی و کروبی و صدها فعال سیاسی همچنان در حصر و زندان هستند و ده ها نفر در آن اعتراضات کشته شدند، در انتخابات حضور پررنگی داشتند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال 84 تصمیم گرفت با آوردن احمدی نژاد برنامه هسته را گسترش دهد تا سال 92 کشور را به شرایطی برد که با چند دور قدنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی عملا وضعیت کشور بحرانی شده بود اگر پیشتر آمریکا فقط ایران را تحریم کرده بود بعد از دوره احمدی نژاد دیگر کشورهای اروپایی و حتی برخی همسایگان ایران به جمع تحریم کنندگان پیوسته بودند خامنه ای نمیخواست از مقامات پیشین استفاده کند پس هم اسفندیار رحیم مشایی معاون احمدی نژاد و هم اکبر حاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند. در چون این شرایطی چه کسی بهتر از حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران خاتمی و فردی مورد اعتماد برای خامنه ای و البته حاشمی رفسنجانی حسن روحانی چهره امنیتی دهه چند دوره نماینده مجلس بود او سالها نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و نزدیک به هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسلحت نظام بود همین سابقه کافی بود که بعد از قدنامه های تحریم های سازمان ملل خامنه ای بعد از دوره احمدی نژاد زمینی از ریاست جمهوری روحانی حمایت کند از سوی انتخابات پرشور می توانست شکاف ملت دولت را که در سال 88 ایجاد شده بود پر کند برای اولین بار مناظرهی نامزدها با هم برگزار شد. جزئیات های انتخابات محاسبه شده بود. علی اکبر ولایتی مشاور خامنی مأمور مهاره سعید جلیلی شد. اما در رابطه با صحبتی که آقای دکتر جریلی کردن ببینید بنده ارز میکنم که دیپلماسی این نیست که انسان برود در مقابل کشورهای دیگر خطابه بخونه و مطلبی رو بیان بکنه که اینجا تو مصاحبه مطبوعاتی میگه دیپلماسی این نیست که ما یک طرف بشینیم اونا طرف مقابل بنشینن و ما یه حرف مشخصی رو بزنیم بدون اینکه اقدامات دیگری در خارج از اینها بکنیم روحانی هم حریف قالیباف شد ببینید آقای دکتر قالیباف اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید اونجا بحث این بود شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم ما میگفتیم راه این نیست راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیایم اینا رو دستگیر بکنیم با این فکر خامنه ای اصلاح طلبان وارد عرصه شدن حسن روحانی به عنوان یک چهره محافظه کار در دو دهه اول انقلاب ناگهان به عنوان اعتدالگرا معرفی شد نام دولت آیندهش را دولت تدبیر و امید گذاشت و اما نماد کلید و رنگ بنفش از رقبا پیش افتاد و در نهایت با 18 میلیون رای در همان دور اول پیروز انتخابات شد. چهار سال بعد هم آرایش انتخاباتی تغییر چندانی نداشت به جای قالیباف و جلیلی این بار رئیسی و مصطفی میرسلی می آمدند اما کاری از پیش نبردند رئیسی که در تولیت آسان قدس بود و دوره کارآموزی را برای ریاست قوه قضاییه میگذراند رقیبی برای روحانی نبود نکته من دارم برای آقای رئیسی آقای رئیسی عزیز شما راجب من هر چی می بگید هر تهمتی هم میخواید بزنید آزادید به حال شما قاضی دست شما بازه همه کار میتونید بکنید حسن روحانی در دولت اول خود به محمد جواد ظریف مأموریت داد و با چراغ سبز علی خامنه ای بعد از دو سال مذاکره توانست بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک توافقی برای برنامه جامعه اقدام مشترک یا اختصارا برجام به دست بیاورد مطابق این توافق حسن روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تلفنی گفتگو کردند که این اقدام در تاریخ جمهوری اسلامی از زمان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط جمهوری اسلامی بی سابقه بود این توافق تا پایان دولت اوباما در آمریکا برجا ماند و بهبود نسبی اقتصادی در ایران شکل گرفت اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ و اقدامات جمهوری اسلامی از جمله در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای اختلاف نظر افزایش یافت تا در اردیبهشت 97 دونالد ترامپ رسما آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را برگرداند در مقابل روحانی هم اعلام کرد جمهوری اسلامی تعهدات برجامی را کاهش میدهد وضعیت اقتصادی ایران دوباره به دوران تحریم بازگشت در این بین مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت در جمهوری اسلامی باعث دو دور اعتراض گسترده در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی شد یک فراخوان اعتراض به گرانی در دیماه 96 در مشهد جرقه‌ای برای اعتراضات گستری مشهور به اعتراضات دیماه 96 در شهرهای مختلف ایران شد. اعتراضات رهبری نشده مردمی چند ویژگی مهم داشت. اول اینکه اقشار کم درآمد در, در شکلگیری آن نقش داشتند. و برعکس اعتراضات سال 88 که اصلاح طلبان در اعتراضات بودند و عمدتا سعی در آرام کردن معترضان داشتند در این اعتراضات قایب بودند و حتی معترضان علیه آنها هم شعار دادند نکته دیگر این بود که اعتراض به خاطر مشکلات اقتصادی شروع شد اما شعارهای معترضان خیلی زود سیاسی شد دیگر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفت بعد از اعتراضات دیماه 96 وضعیت اقتصادی بدتر شد. حتی تورم در سال 98 به بالاترین در نیم قرن اخیر رسید. سهمیه بندی ناگهانی و گرانی دویست درصدی بنزین اواخر آبان 98 به موج جدید اعتراضات منجر شد. 29 استان ایران شاهد اعتراضات گسترده ای بود که دیگر فقط علیه خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی شعار میدادند. در این بین شعار به یاد رضا شاه بنیانگذار پادشاهی پهلوی هم بارها شنیده شد. رزاشا! 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 برخی منابع بعدها گزارش دادند که خامنه ای در جلسه با حضور مقامات امنیتی و دولتی از آنها خواسته بود تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند. سپاه و بسیج نقش پررنگی در سرکوب داشتند و بسیاری از کشته ها با شلیک گلوله مستقیم جنگی بودند. اعتراضات آبان 98 خونینترین سرکوب نام گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد دست کم 1500 نفر توسط حکومت کشته شدند. حکومت سرگرم سرکوب معترضان آبان 98 بود که قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ در عراق کشته شد. پنج روز بعد جمهوری اسلامی به سوی یک پایگاه آمریکا در عراق حمله موشکی کرد. در همین روز ناگهان هواپیمای پی اس 752 صبح روز چهارشنبه 18 دی بعد از برخواستن از تهران در اطراف پایتخت ایران سقوط کرد. ابتدا مقامات گفتند که نقص فنی داشت. اما در دو روز بعد مقامات آمریکا اصرار داشتند که اسنادی دارند که نشان میدهد این هواپیما سرنگون شده است. سرانجام روز جمعه ستاد کل نیروهای مسلح حمله موشکی به این هواپیما را تایید کرد. همهگیری کرونا نیز در مشکلات دولت نقش داشت. زمانی که علی خامنه ای دستور به عدم خرید واکسن کرونا از کشورهای غربی داد، مقامات دولت روحانی اعتراضی نکردند و ایران یکی از کشورهایی شد که به نسبت جمعیت بیشترین تلفات بر اثر همهگیری کرونا را داشت. حسن روحانی در انتخابات سال گذشته مجلس خبرگان نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. هشتمین رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی بود او نیز مثل خامنه ای و هاشمی در یک انتخابات غیر رقابتی انتخاب شد و مثل رجایی نتونست دورش رو به پایان برسونه ابراهیم رئیسی که به خاطر حضور در هیئت مرگ در اعدام مخالفان سیاسی سال 67 مشهور بود دولتی ضعیف رو تشکیل داد که مشکلات اقتصادی در کشور رو افزایش داد و بزرگترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی رو موجب شد آخوندی که آمده بود تا روزی جانشین خامنه ای شود قبل از پایان دوره ریاست جمهوری در سانه سقوط هلیکوپتر جانش را از دست داد. ابراهیم رئیسی که پله پله در جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بشر و اعدام و زندانی کردن معترضان بالا آمده بود در سال 1408 مین رئیس جمهوری ایران شد. نام ابراهیم رئیسی با اعدام های دهه شست پیوند خورده است. او به همراه سه نفر دیگر در هیئتی مشهور به هیئت مرگ عامل اعدام مخالفان سیاسی در سال 67 بودند. در دو دهه بعد از اعدام ابراهیم رئیسی کم کم مدارج عالی در قوه قضایی را طی می کرد. ابتدا مدتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد سپس مدتی معاون قوه قضاییه برخی میگویند دوره کارآموزی ابراهیم رئیسی برای رهبری از سال 94 شروع شد زمانی که خامنه ای او را به مشهد فرستاد تا ریاست آستان قدس رضوی را بر عهده بگیرد در سال 1396 یک بار رئیسی شانس خود را برای ریاست جمهوری آزمود اما حسن روحانی او را شکست داد بعد از شکست در انتخابات خامنه ای حکم ریاست قوه قضایی را برای او صادر کرد سه سالی در این سمت ماند تا به انتخابات 1400 رسید. کشور گرفتار کرونا بود. مردم هیچ تمایلی به انتخابات نداشتند و خامنه ای تصمیم گرفته بود که رئیسی را رئیس جمهور کند. سعید جلیلی و علی رزا زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی کنارگیری کردند. در نهایت هجده خورداد انتخابات برگزار و اعلام شد که رئیسی هجده میلیون رأی آورده. آرای هر کدام از دیگر نامزدها حتی از 3 میلیون و 700 هزار رأی باطل هم کمتر شد. پروردگارا تو خوب میدانی حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه خدمتگزار با چه انگیزه ای صورت گرفت؟ اگر نبود خدمت به مردم، اگر نبود برای ایجاد گشایش، اگر نبود در یک کلمه اجرای عدالت حضور در این عرصه برای بنده معنا نداشت در دوره ریاست جمهوری رئیسی اعتراضات زن زندگی آزادی شکل گرفت کشته شدن محسا امینی که توسط پلیس امنیت بازداشت شده بود خشم و اعتراض سراسری را منجر شد که تا ماها ادامه داشت اعتراض با مخالفت با هجبار اجباری زنان شروع شد اما بعد علیه حکومت و شخص خامنه ای شد دولت رئیسی در قبال این اعتراضات موج بازداشت و فشار بر معترضان را افزایش داد. بیش از سی هزار نفر در این اعتراضات بازداشت شدند. دولت رئیسی مثل دولت های قبل کارنامه خوبی در حوزه اقتصادی نداشت. دلار آمریکا که در زمان تحلیف رئیسی در 13 مرداد 1400 25650 و و تومان بود، تا ده 1401 به رقم بی سابقه 60 هزار تومان هم رسید. در حوزه سیاست خارجی دولت رئیسی خیلی زود فهمید برای بهبود اقتصادی باید به دنبال توافق با جامعه جهانی باشد یا دست کم برجام را احیا کند. ابراهیم رئیسی در حالی رئیس جمهور شده بود که گاهی در حرف زدن عادی هم دچار اشتباهات کلامی میشد و این در فضای مجازی بارها بازتاب داشت. مواد اولیه مسئله من نیست اما من مسئلمه اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من مسئله همه میشه باید فعال پیدا اون چه از واکسن هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت تولید خارجی سریع فوری انقلابی مردم احساس با این حال خامنه ای از او پررنگ تر از دولت های دیگر حمایت می کرد ما به همه دولت ها کمک کردیم لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این دو سال تمجید هم بخوام بکنم و سرانجام ظهر سی اردی بهشت 1403 هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش که از افتتاح یک صد در آذربایجان شرقی باز میگشت گشت دوچار شد و همه سرنشینان آن کشته شدند عکس و فیلم های منتشره در فضای مجازی نشان میداد او بعد از سقوط هلیکوپتر دچار سوختگی شدید شده. رئیسی پس از محمد علی رجایی دومین رئیس جمهور ایران است که در زمان ریاست جمهوری کشته می شود. سپاسگزارم که با صدای آمریکا همراه هستید و سپاسگزارم که بیننده این ویژه برنامه این صدای آمریکاست.